دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه تو ویدیوی امروز میخوایم بریم سراغ دفاع اسلاو یکی از گوشش های بسیار پرطرفدار خیلی زیاد پیشنهاد میشه مناسب برای تمام سطوح شاید بهترین گزینه مقابل حرکت یک دیچار سفید همین دفاع اسلاو باشه که تو ویدیوی امروز میخوایم یاد بگیریم خیلی ممنون از تمام کسایی که این گوشش رو پیشنهاد دادن تا ویدیوش ساخته بشه بریم سراغ دفاع اسلاو چرا این گوشش انقدر خوبه و انقدر پیشنهاد میشه به خاطر اینکه نسبتاً ساده است در کنار گامبی وزیر پذیرفته نشده اسلاف هم گزینه خیلی خوب و ساده ایه و میتونه برای دوستانی که میخوان اولین دفاعشون رو مقابل حرکت یک دیچار یاد بگیرن بسیار مناسب باشه پس بریم ببینیم دفاع اسلاف رو باید چجوری بازی کنیم بعد از حرکت دیچار دو ما دی پنج بازی میکنیم و این حرکت خیلی خوبیه به خاطر اینکه به همون اندازه که سفید داره توی مرکز مشارکت میکنه ما هم داریم همراهیش میکنیم نمیذاریم برتری فضا پیدا کنه و یا حداقل تا جایی که میتونیم جلوش رو میگیریم که بیش از حد برتری فضا پیدا نکنه به اندازه سفید ما هم توی مرکز مشارکت داریم یه حرکت خیلی خوبی که سفید توی این وضعیت داره سی چاره میخواد پیاده غیر مرکزیش رو با پیاده مرکزی ما تعویض کنه و داره فشار رو روی مرکز ما افزایش میده تو این وضعیت میتونیم پیاده رو بزنیم به گامبی وزیر پذیرفته شده معروفه تو سطوح بالا هم بازی میشه پس کاملا قابل بازیه ولی خب تو ویدیو امروز نمیخوایم راجع به این شاخه صحبت کنیم انتخابای دیگمون چیه گامبی وزیر پذیرفته نشده با حرکت ایشیش خیلی حرکت خوبیه اگر سفید بزنه نکته اینه که ما با پیاده میزنیم و بازم یه پیاده تو مرکز داریم و مشارکتمون به اندازه سفید میشه ولی بدی این شاخه اینه که فیلمون تو خونه سی جورای جورایی گیر میکنه راههایی وجود داره که در ادامه این گسترش پیدا کنه ولی فعلا سر راهش بسته شده حالا بریم سراغ دفاع اسلاف که میخوایم یادش بگیریم یه دفاع خیلی منطقی خوب و ساده مناسب برای تمام سوتو سوپر استاد بزرگا هم دفاع اسلاف رو خیلی دوست داره با سی از پیادهمون دفاع میکنیم اگر سفید بزنه حتما با پیاده پس میگیریم و یه پیاده توی مرکز داریم و قطر فیلمون رو هم نمیبندیم اتفاقا تو ویدیو امروز میبینیم که همیشه فیل سی رو گسترش میدیم بعد حرکت ایشیش رو بازی میکنیم همونطورم که گفتم اگر سفید پیاده دی پنج رو بزنه ما با پیاده پس میگیریم و این شاخه به اسلاو تعویزی معروف وضعیت مساوی ساختار پیاده قرینه است ولی لزوما به این معنی نیست که بازی قرار مساوی بشه اتفاقا سه نتیجه ممکنه تو این وضعیت مساوی برد سفید برد سیاه بستگی داره بازی چطور پیش بره و کدوم سمت با این وضعیت آشنایی بیشتری داره و فکرم نکنید که اگر بازیکن سفیدی تعویزی بازی کرد حتما میخواد بازی مساوی بشه اتفاقا نشد قصدش برده و شکست دادن شماست که راجع به این شاخه آخر ویدیو بیشتر صحبت میکنیم پس این میشه اسلاو تعویزی ولی حرکت اصلی از افس است از سیسه رو هم ممکنه خیلی زیاد ببینید مخصوصا تو سطوح پایین از سیسه هم خیلی زیاد بازی میشه شاید حتی حرکت اول باشه ولی احتمالش هم بالاست که به هم تبدیل بشن چون شاخه اصلی در واقع اینه که سفید اسب اف سی سه کنه پس ما با اسب اف فعلا شروع میکنیم اولین نکته بسیار مهم اولین نکته بسیار مهم تو این وضعیت ما اسب اف بازی میکنیم حرکت اصلی حرکتی که ما میخوایم بازی کنیم ولی سوال این که چرا پیاده سی چار رو نمیزنیم چون خیلی موقع تو دفاع اسلاو این حرکت منطقیه پیاده رو میزنیم و با b 5 از پیادهمون دفاع میکنیم و یه پیاده جلو میافتیم واقعیت اینه که خیلی موقع این کار رو انجام میدیم ولی نه اینجا اینجا خیلی زوده و توی در سر می افتیم ولی مهمه که ببینیم چطور توی در سر میافتیم پیاده رو میزنیم ای سفید بازی میکنه حرکت خوب میخواد در سی چار بزنه و سفید بهتره پیاده مرکزی رو دادیم رفت درسته پس تنها حالت منطقی جورایی اینه که از پیادهمون دفاع کنیم حالا حرکت ای 4 یه حرکت خیلی معمول ایده خیلی خوب برای سفید که به ساختار پیاده ایمون حمله کنه فرض کنیم ما از 6 بازی کنیم که واقعا بهترین حرکت ببینیم خطرش چیه سفید میزنه پیاده رو و 20 بازی میکنه و اگر به این وضعیت دقت کنید سیاه هیچ انتخاب خوبی نداره و سفید داره وضعیتای بهتر میگیره برنده نیست سفید کاملا ولی وضعیتش داره بهتر میشه اگر پیادهش بزنید اول پیادمون رو با کیش میزنه وضعیت به نفع سفیده و خلاصه که حرکت خوبی واقعا نداریم سفید داره وضعیت های بهتری میگیره نمیتونیم این ساختار پیاده ای رو حفظ کنیم توی بازی خب برگریم عقب پس برای دی در سی چار خیلی زوده حرکت اصلی اسب حرکت اصلی برای سفید اسب به خونه سیس هست قبل از اینکه این حرکت رو ببینیم بیاین یه سری حرکات دیگه بررسی کنیم تا ببینیم مثلا اون وضعیت رویاییمون چجوریه اسب سیس واقعا حرکت خوبیه و جلوی یه سری انتخابا رو از ما میگیره مثلا اسب دیدو که یه مقدار احمقانه است و این حرکت رو زیاد نمیبینید چرا از رو بعد بذاره دیدو وقتی میتونه بذاره سیسه سر راه فیلا میگیره پس حرکتی نیست که زیاد ببینیش ولی میخوایم ببینیم ما چجور بازی میکنیم 5 G4 نه G4 زیاد خوب نیست موقعی میتونیم G4 بذاریم که اسب آچمز بشه الان موقعی که اسب بتونه اسب B5 کنه حرکت ما بد بوده خوب بازی نکردیم ولی فیل F5 حرکتی که معمولا بازی میکنیم حرکت بعدیمون چیه؟ E6 حالا سیاه برنده نیست ولی خب یه جورایی ما فرض میکنیم وضعیت هدفمونه و این وضعیت خیلی خوبه یه جورایی لندن برعکس هم اگر خیلی لندن رو دوست داریم اسب میاد دی هفت فیل میره دی شیش شاید اچ رو در ادامه بازی کنیم که فیلمون با اسب عریف تعویض نشه تو این وضعیت مثلا حرکت اسب چار میتونه جالب باشه که مشکلی نداریم اگر دوست داره اسبش رو با فیل ما تعویض کنه اینجا چندین حرکت خوب سیاه داره یه حرکت هم بهتون معرفی کنم باش آشنا باشین فیل ای 4 این ایده که تو شاخه‌های مختلف گوشایشی هم وجود داره داریم میگیم یه اف سم لطفا بازی بکن من فیلو برمیگردونم جی شش اون موقع میتونی فیلا بزنی ولی دوست دارم اف ست حتما بازی کنیم چون یه مقدار شاید ضعیف میشه و اگر با اس فیلو بزنه که خیلی زیاد پیش میاد تو سوتو پایین ما با پیاده میزنیم و سیا بهتره اس بشاره توی دام میفته با حرکت جی 5 میتونه جی سه بازی کنه نکته اینه که جی دو برای فیلش نیست چون اگر فیل جی دو بازی کنه بازم جی 5 میخوره جیدو در واقع برای اسب بشه و این وضعیت به نفع سیاه سی پنج میتونه حرکت خیلی خوبی باشه حرکات خوب دیگه هم داشتیم بالاخره ولی بعدا سی پنج رو بازی میکنیم چون واقعا حرکت خوبی بعدش هم اسب و سیاه بهتره. پس توی این شاخه که سفید خیلی دقیق بازی نکرد چه اتفاقی افتاد سفید است به گذاشت خونه دیدو و ما تونستیم f پنج و ایشیش بازی کنیم و خیلی خوشحالیم یه حرکت دیگر رو با هم دیگه ببینیم G3 که اینو کسایی بازی میکنن که کاتالان رو دوست دارن و اهل بازی کردن گوشش کاتالان ولی این ورژن خوبی از کاتالان برای سفید نیست اگر توی این وضعیت بیایم ایشش بازی کنیم این خود خود کاتالانی یکی از شاخهای اصلیه فکر میکنم به کاتالان بسته هم معروف باشه که فیل G2 بازی میکنن وزیر رو میذارن سیدو اسمو میذارن اینجا می همچین ایدهایی دارن که ای 4 بازی کنن ولی ما که نمیایم اینجا ایشیش بازی کنیم چند تا انتخاب خوب داریم یکیش همین فیل اف 5 یا فیل جی 4 ولی اف 5 من اف 5 رو ترجیح میدم که بعدش ایشیش بازی کنیم و وضعیتمون خیلی خوبه این کاتالان خوبیه برای ما چون تو کاتالانو گفتم سیاه خیلی زود ایشیش بازی میکنه ولی اینجا ما در واقع اسلاف با اسلاف شروع کردیم پس این انتخابای خیلی خوب داریم و بعد از فیل جی دو ایشیش فیلش اونقدر رو خفن نیست چون ما خیلی ساختار محکمی داریم کنترلمون روی خونه ای چار خیلی خوبه و میخوایم مهرامون هم گسترش بدیم و قله کوچیک بریم و از وضعیت راضی هستیم خیلی وضعیت محکم و خوبی اینجا حتی سفید برتری هم نداره بر مساوی بازی پس این کاتالان هم خیلی تعریفی برای سفید نداره البته که قابل بازیه ولی خب بهترین ورژن کاتالان قطعا نیست برگردیم به این وضعیت بریم سراغ شاخه اصلی که سفید میتونه بازی کنه و اونم اسب خونه سیس است. لحظه بسیار مهم در دفاع اسلاف. سیاه دوتا تا انتخاب خیلی خوب داره. یکی از این انتخابا حرکت ای شیشه که به دفاع سمی اسلاف معروفه که فیلمون این تو گیر میکنه و این شاخه نیست که تو ویدیوی امروز میخوایم یاد بگیریم ولی سوپر استاد بزرگا این شاخه هم خیلی دوست دارن و شاخه خوب و قابل بازیه. ولی فیل تو خونه سی هش میمونه ما میخوایم اسلاف اصلی رو بازی کنیم نه سمی اسلاف هر موقع تو دفاع اسلاف قبل از اینکه فیل گسترش پیدا کنه ایشیش بازی بشه به سیستم سمی اسلاف معروفه یا شاخه سمی اسلاف ترجیح میدم به ها سیستم نگم سیستم فقط سیستم لندن خب تو این وضعیت میخوام چی بازی کنیم دوستان اسلاف اصلی چجوریه اسلاف اصلی دی در سی چاره باید دی در سی چار بزنیم و بعد فیلف پنج بازی کنیم این نکته خیلی خیلی مهمه پس تو شاخه اصلی که سفید دوتا تا رو گسترش میده نمیتونیم فیلف پنج رو گراس بازی کنیم و این شاخه خیلی مهم و آموزنده است ببینیم چطوری وضعیتمون بد میشه سفید میزنه ما با پیاده دوست داریم بزنیم که یه پیاده تو مرکز داشته باشیم زدن با اسب خیلی جالب نیست البته زدن با پیاده خیلی جالب نیست و حالا وزیر بیسه و توی دردسر افتادیم چون نمیتونیم به راحتی از پیاده بی هفت دفاع کنیم اگر وارد این وضعیت شدین قطعا بد بازی کردیم و بعد از بازی میتونیم درس بگیرین دیگه وارد این وضعیت نشین ولی اگر وارد این وضعیت شدین بدونید که بهترین حرکت فیل سی میتونه باشه که سفید در ادامه بهتره ولی خب سیاه بازنده هم نیست ولی خب سیاه زمان از دست داده پس بهترین حرکت فیل سی هشه ولی بیاین حرکات دیگر رو با هم دیگه ببینیم وزیر دی هفت یکی از این حرکاته که بعد از اس بی پنج سفید خیلی بهتره بازم خونه خوبی برای قردودن وزیر نداریم اگر توی ستون سی بریم دوستان راحت پیادمونو از دست میدیم پیادمون بی میشه و اگر وزیر بیشش بازی کنیم این از همه جالب سفید میتونه پیاده جلو بیفته با حرکت اسب در دی 5 و اگر وزیر به وزیر کنیم میتونه اسبمون اول با کیش بزنه و بعد وزیرش پس بگیره سفیدی پیاده جلو با وضعیت بهتر پس دوستان این اصلا قابل بازی نیست شاخه خوبی نیست چجوری بازی میکنیم دی در سی چا. و شاخه خیلی قشنگیه واقعا ساده است و میتونه آموزنده و منطقی باشه مهرامون واقعا تو خونه خوب و قشنگی میرن از اینجا به بعد پیاده مرکزی مون ولی از دست دادیم این قبوله ولی خب سوارامون خیلی خوبم و بعدا به این مرکز سفید حمله میکنیم خیالتون راحت باشه ما تو این وضعیت دو تا رو داریم انجام میدیم یکی اینکه داریم بی پنج میکنیم از پیادهمون دفاع کنیم و یه پیاده جلو بیفتیم پس این تهدید بزرگیه میشه حتی گفت پس اگر سفید جوری چرت اینجا بازی کنه حرکات مسخره بره مثلا 3 یا حتی حرکات بهتری هم بره ما بی پنج میکنیم و از پیاده همون دفاع میکنیم و یه پیاده جلوی حرکت اصلی h 4 این حرکت اصلی منصوب میشه و بهترین حرکت برای سفید که ما فیلو میذاریم F5 E6 بازی میکنیم با هم دیگه میبینیمش ولی E4 هم یه شاخه دیگه است e هم یه شاخه دیگه است ولی در هر صورت E4 بهتره حتی ما B5 میکنیم و اینجا سیاه پیاده جلوه و سفید داره گامبی بازی میکنه این وضعیت حداقل مساویه ولی میتونه به نفع سیاه هم حتی باشه اگر سفید بد بازی کنه نکته اینه که اگر A4 کنه اینجا موقعی که اسبش خونه ما میتونیم B4 بازی کنیم و یه تمپ مهم از اسب میگیریم و بعد از اسب ای دو، این حرکتی که معمولا دوست دارم بازی کنم میتونیم حتی پیاده مرکزی رو بزنیم سوید میتونه سی 4 رو بزنه حالا کافی از بی 4 رو دفاع کنیم با ای 5 میتونیم این کار رو انجام بدیم با ای 6 میتونیم این کار رو انجام بدیم و این وضعیت برای سیا خیلی اوکیه هیچ مشکلی نداره مهرامون رو گسترش بدیم موقعی که اینجا خالیه فیلو میذاریم بی از نیازی نیست از اون سمت گسترشش بدیم اگه بتووار خونه بی 7 فوق ولاده است بعد از اینکه c 5 بازی کنیم که حرکت دلخواهمون هم است قطر باز میشه تو دفاع اسلاو یا با e 5 و با c 5 به مرکز سفید حمله میکنیم اگر فیلم خونه b 7 باشه c 5 بازی میکنه و این وضعت خوبه ای 5 اس میتونه برگرده اینجا فیلم میتونه بیاد اینجا فیل میره اینجا اس میره اینجا c 5 از این مدل‌ها خب تو این شاخه هم گامبی بوده یعنی سیاه پیاده جلو اینسه حالا شاید سیاه پیاده جلو نیفته ولی بازم به همون شکل بازی رو ادامه میدیم B5 A4 اس 2 حالا میتونیم از این پیادهمو دفاع کنیم با E6 یا با A5 سفیدا میتونه C4 رو بزنه ولی بازم در ادامه سیاه بازی خوبی داره. بریم سراغ شاخه اصلی که سفید A4 بازی میکنه که جلو B5 ما رو بگیره حالا میریم حرکت فیل اف رو بازی میکنیم سفید دو تا حرکت اصلی داره ای و اس ای پنج این اسب ای پنج نیاز به دقت خیلی بیشتری داره میتونه واقعا خطرناک باشه و باید بدونیم مقابلش میخوایم چطوری بازی کنیم به نظر اتفاقا بیازار سفید داره با این مهرش برای بار دوم بازی میکنه نه بعد اونقدر خطرناک باشه ولی هست ولی اول ای سر رو ببینیم میخواد پیادهش رو پس بگیره برای خودش ما مشکلی نداریم پیاده رو میزنه حالا فعالترین حرکت تو این وضعیت فیل به خونه بیچاره که بد نیست این حرکت حفظ باشین البته اگر خونه دیگه هم گذاشتینش دنیا با آخر نمیرسه بازم خوبه ولی فیل بیچار از همه فعالتر نمیخوایم از برای هم بزنیم فقط یه حرکت فعال و گسترشی خوبه تهدید زدن اسب داریم همیشه ولی خب همجور علکی نمیزنیمش و مرکز سفیدو و بهتر قله کوچیک قله کوچیک و ای دو بازی کنه سفید خیلی بازی میکنن با تهدید ای 4 تو این وضعیت میتونیم از دی بازی کنیم سفید ای 4 میکنه ولی حرکتی که من تو این وضعیت دوستان فیل جی حرکت بسیار دقیق که جلوی ای 4 سفیدو میگیریم اگر ای 4 بازی کنه اسبشو میزنیم و پیاده رو برنده میشیم خیلی راحت سفید ممکنه حرکتی مثل رخ دی بازی کنه که ما اسبو میذاریم خونه دی هفت هر حرکت بعدی وزه رو گسترش میدیم مثلا خونه e 7 خیلی موقع سی 7 هم خوبه ولی e 7 هم واقعا منطقیه و e 5 بازی میکنیم و بسیار خوشحالیم شاید حتی بیشترم آمادهش کنیم با قرار دادن رخا توی ستونای مرکزی و بعدش e 5 بازی کنیم که مشکل مرکز حل بشه سیا مهرهای واقعا خوبی داره مهراش هیچ مشکلی ندارن همه خوبن فقط سفید مرکز بهتری داره پس حتما بعد با e 5 و سی 5 به مرکزش حمله کنیم که تو این ساختار گلا من دارم میبینم ای 5 واقعا منطقی تره چند تا حرکت برگردم عقب جایی که رخ دی یک بازی کرد تو این وضعیت اس بی 5 میتونه حرکت خیلی بهتری باشه که بتونه رو بزنه ما اس بازی میکنیم مشکلی نداریم رو بزنه و دوباره وضعیت ای 7 ای 5 دقیقا همون طرحا سفید برتری دو فیل داره ولی فیل سی خیلی فیل خفنی حداقل فعلا نیست ای پنج حرکت بعدی میتونه باشه حتی بدون وزیر ای هفت اگر رو دی یک بازی کنه قطعا باید وزیر رو جابجا کنیم میذاریم ای هفت یا سی هفت من کلا ای هفت دارم ترجیح میدم پس این از این شاخه بریم سراغ شاخه ای که سفید از ای پنج بازی میکنه و بهتون گفتم میتونه خطرناک باشه چطوری باید برسیم اونجا؟ پیادش رو زدیم ای چار میکنه که بی پنج بازی نکنیم حالا فیل پنج بازیم بازی میکنیم. اینجا با ای سه نمیخواد پس بگیره این شاخه شاخه راحتی برای سیاه میاد از ای 5 بازی میکنه اگر این وضعیت رو حفظ نباشین و حرکت قوی رو حفظ نباشین راحت ممکنه حرکات غیر دقیق بازی کنی یک کم شاخه سخت البته حرکات کاملا منطقی هن. اگر بدونید و این ویدیو رو نگاه کرده باشین با دقت اسب دی هفت حرکت خوبه که سریع به اسبش حمله کنیم چون سفید از بی پنج بازی نکرده که سی 4 بزنه یکی از اهدافش اونه هدف خطرناکش اف ای چاره که واقعا مرکز خوبی میگیره بیا تمپ مهم از فیل میگیره و بعدش ممکنه پیاده سی 4 هم بزنه پس اگر ایشیش بازی کنیم اف انتخاب سفیده من ایشیش رو پیشنهاد نمیدم حالا بهتون نشون بدم بهترین ادامه چیه چون قابل بازی است فیل بی چار بهترین حرکت فعال فعال و بعد از ای 4 فیل در ای چار بهترین حرکت پیاده در ای چار اسب در ای چار خودتون اگه این شاخه رو دوست دارید میتونید بیشتر روش تحقیق کنین ولی خب پیشنهاد من برای ویدیو امروز نیست فیل دیدو حرکت اصلی و سیا میتونه یه پیاده دیگه هم حتی بزنه وضعیت جالبیه ولی خب پیشنهاد من نیست سیا چند تا پیاده گرفته در ازای سواری که از دست داده پس اگر حرکت اسب e 5 رو دیدید این سیگنال سری به ذهنتون بیاد که این شاخه خطرناک است سفید ممکنه افس ای 4 بازی کنه بهترین حرکت میتونه این حرکت باشه اسب B به خونه D7 افس کنه اسب رو میزنیم وضعیتمون هم خوبه تهدید اینه که اسب رو بزن اینجا همه بازیکن ها میرن C4 رو میزنن بازم میخوان افس ای 4 کنن بازم میخوان افس ای 4 کنن و این حرکت رو هم بعد بلد باشیم از 6 یکی از حرکات ولی پیشنهاد من وزیر سی هفته با ایده ای پنج دیگه بازم نمیخوایم ای شیش بازی کنیم چون ای شیش اگر بازی کنیم سفید میره سراغ تر افس ای چارش و از فیلمون زمان میکره ای شیش کنده بازم و میخوایم حرکت بعدی ای پنج بازی کنیم هر چی سفید بازی کرد ما ای پنج بازی میکنیم جی سه حرکت اصلی خیلی منطقی فیل G دو و فیل F چار همینجا باید E5مون رو بازی کنیم یکی از شاخهای جالب اسلاف این شاخه سفید میزنه ما با اس میزنیم یه آچمزی رو به وجود میاره که هیچ مشکلی نداره از محرمون دفاع میکنیم و بعد از فرجیدو حرکات مختلفی داریم جی 5 شاید بهترین حرکت باشه یه مقدار پیچیده است ولی سفید نمیتونه پیاده رو بزنه چون اسب سیچارش بی دفاع فعلا ولی حرکت امتر و کمتر ریسکی F6 شه که خودتون این وضعیت ها رو میتونید بیشتر بررسی ما نمیخوایم خیلی پیش بریم از اینجا بعد ولی F6 خیلی خوبه و سیا ایده های مختلفی داره همچنان قطعا G5 جزء ایده است ولی یه ایده دیگه ای میتونه باشه که اسب بذاریم C5 رو خوب بذاریم D8 به وزیر حمله کنیم اسب ماناور بده بیاد خونه 6 به فیل حمله کنه که این اسبمون از آچمزی قلب بزرگ جو زيدای سیاه اگر دوستانی حمله کنیم مثلا اگر جی 5 بازی کنیم چرا که نه خیلی منطقیه که در ادامه‌ام قل بزرگ بریم و این وضعیت واقعا وضعیت جالبیه توی دفاع اسلاف یه تهدیدی که سفید داره یا شاید یه ایده ای که سفید داره اینه که a ای 5 کنه و بعدش a 6 کنه اینو بعد مراقب باشیم چون این فیلش یهو قدرت میگیره اگر بتونه a 5 a 6 بازی کنه برای همین خیلی موقع A5 میتونیم با A6 جواب بدیم که متوقفش کنیم بهتر اینه که پیالش خودش بیاد خونه A6 B6 ضعیف میشه اشکالی نداره بهتر اینه که باز پیاده بیاد تا خونه A6 خیلی از مواقع تو این وضعیت اگر A5 بازی کنه از C5 مارکت خیلی خوبیه و الان داریم رختیش بازی میکنیم که نمیدون وزیرش کجا میتونه بره چون اگر بره کنار موراش چنگال میشه وضعیت واقعا جالب خب این هم از شاخه اصلی دوم از بی پنج که دیدیم چند حرکت حفظ باشیم وضعیت های جالبه میگیریم. حفظ هم نبودین اونقدر بد نیست ولی خب بد نیست حفظ باشیم دیگه چرا که نه. حالا دوست دارم برگرم اول اول بازی برگریم اول اول بازی چون میخوام شاخه های جدید رو بهتون معرفی کنم. یه مدل های سفید میتونه بازی کنه یکم دیگه هم برگریم. اسب اف بازی کنه بعدش ایسه یا از بازی کنه بعدش ایسه که اینا رو خیلی کم میبینید تو سطوح پایین از رو زیاد میبینید چون طرف کلا داره همینطوری بازی میکنه دی چار سی از سیسه کاری نداره حالا اسب حرکت اصلی تازه فرقشون هم اونقدر مشخص نیست چون حرکت اصلی اسب اف شیشه. سفیدام هم همه تبدیل میکنه ولی اگر ایسه بازی کرد چی یه مقدار رومخه قشنگ مقابل طرحایی که ما دوست داریم بازی کنیم انتخاب حرکت خیلی اینجا راحت نیست یا نیاز نیست نگران این شاخه باشین چون من چکم کردم خیلی کم داره پیش میاد ولی نمیتونیم مثل معمول بازی کنیم دی در سی چار خوب نیست چون با فیل میزنه و مثلا حرکتی مثل ای چار مجبور نشده اصلا بازی کنه و وضعیت میتونه به نفع سفید باشه فیل فنج نمیتونیم بازی کنیم با هم دیگه دیدیم وضعیت 20 سفید بهتره پس چی کار کنیم ایشیش سوپر استاد بزرگا بازی میکنن ولی خب نمیخوایم اینطوری بازی کنیم میدونید یکم ناهمانگی داره تازه این همه فیلف پنجه رو یاد گرفتیم حالا نمیخوام جلو این شاخه که فقط ترتیب حرکت برامون جابجه کرده وارد شاخه دیگه بشیم G6 یکی از بهترین حرکات تو این وضعیت ویرجیف قل کوچیک و, و سیاه وضعیت خیلی محکمی داره هیچ مشکلی نداره یه حرکت جالب دیگه میتونه ای 6 این وضعیت باشه هدفمون اینه که فیلمون رو گسترش بدیم فیلو میذاریم F5 و بعد از وضعیت B3 میتونیم چه حرکتی رو بازی کنیم B5 پس A6 هم واقعا حرکت جالبیه و گسترش فیلو ممکن میکنه مثلا اسپف 3 دیگه راحت میتونیم بیل F5 بازی کنیم فیل دی سه میتونه حرکت خوبی باشه که جلوی فیل اف رو بگیره حالا میتونیم فیل جی چار بازی کنیم و بعد از وضعی بی بی پنج قابل بازیه پس این هم یکی دیگه از راهی که سیاه داره و میتونه در مقابل این شاخه بازی کنه اگر اول از اف بازی کنه ما میایم اسب 6 بازی میکنیم و حالا ایس بازی کنه اینجا میتونیم فیلمون رو گسترش بدیم هم فیل 5 فکر میکنم خوب باشه هم فیل جی 4 اینجا اسب عریف رو هم داریم ماچمز میکنیم و بعدش میتونیم ایشش بازی کنیم نگران وزیر 20 در اون حد نیستیم میتونیم با وزیر 37 یا وزیر 26 پاسخ بدیم چون سفید هنوز از 23 بازی نکرده پس پیاده عقب نمیافتیم خیلی هم از وزیر 26 ها نترسین اگر بزنه با پیاده میزنیم وزیر قابل بازی مشکلی نداره ولی خیلی موقع میتونیم وزیر رو بذاریم خونه 37 آخرین شاخه ای که میخوایم ببینیم شاخه اصلاب تعویزیه که زیاد هم نمیخوایم روش وقت بذاریم فکر نمی کنم خیلی نگران کننده باشه البته اینطوری نیست که بازی قرار خیلی ساده پیش بره سفید هیچ چی نداره هیچ ایده ای نداره که ما رو اذیت کنه اصلا اینطور نیست و ایدای خطرناکی وجود داره واقعا خب تو این وضعیت فرض کنیم از سیسه میتونیم اسب بازی کنیم یا اسب بازی کنیم ام چه حرکتی برای سفید خوب مثلا f4 رکت 4 حرکت خوبی است وب میتونست قطعا بازی کنه تو این شاخه به نظر من حتی میتونیم e بازی کنیم و به نظرم اصلا بد نیستن چون وضعیتیا واقعا محکمه و میتونیم فیلمون رو اصلا گسترش ندیم مشکلی نداره چون از لحاظ مرکز مشارکت کاملا مساوی سفید برتری فضا نداره وضعیت سیا واقعا محکمه وضعیت قرین است میتونیم میشیش هم بازی کنیم چون بعضی موقع فیلف پنج رو بازم میاد وضعی بیسه میکنه حوازتون به وضعی بیساش باشه باز دیگه حالا خود دانید اگر میخواین وضعی وز... رو جدی نگیرید میتونیم فیلف 5 رو بازی کنیم چون قابل بازی هست. پس از اسلوب تعویزی خیلی نمیخواین خودمون رو عذیت کنیم رو اسلاب تعویزی چون شاخه‌های خیلی مهمتری وجود دارن که یادشون گرفتیم. خیلی ممنون که تو پایین ویدیو با من همراه بودین امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و و بازی کنید و لذتش رو ببرین کلی هم نتایج خوب بگیرین ممنونم لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدار